عیسی خیلی کارهای عالی و برجسته به عمل آورد و بسیاری مردم از او پیروی کردند. عیسی شخص رحیم و مهربان بود، مردم مریض و بیمار شفا بخشید، راه و طریق خدا را به مردم تعلیم داد. عیسی شخصیت نیکو داشت، گناه نکرد و همیشه طبق اراده و رضای خدا رفتار میکرد. او به این دنیا آمد تا دوستی و محبت خدا را به ما نشان بده و مردم تشویق کنه که از احکام خدا پیروی کنن و در راه او قدم بردارن. اما در زمان او رهبرای سرشناس مذهبی وجود داشتند که حسود و مخالف او بودند. اونا از روی خودخواهی لاف می زدن که احکام خدا را به جا میارن و مثل مردم دیگر گناهکار نیستند. دلهایشان سخت بود و باور نمی کردن که عیسی فرستاده خداست. اونا در باره عیسی دروغ گفتن و او را در زندان انداختن. او را لط و کوب کردن، پیردارا یک تاج از خار ساختن و بر سر او ماندن. او را مسخره کردن. عیسی می تانست مقاومت کنه و مانع اونا شود، اما او به مردن تن داد. او به این دنیا آمد تا قربانی گناه مردم شود و زندگی خود بر آمرزش گناه تمام مردم دنیا فدا کند. عیسی جزایی را که مردم دیگه سزاوارش بودند به گردن خود گرفت. عسکرا عیسی را بر یک صلیب چوبی میخکوب کردند. بعد صلیب راست در زمین کوبیدند. عیسی در صلیب آویزان ماند تا یک جان داد. در او زمان رواج بود که بدترین جنایتکارا را به این وسیله و با بی‌رحمی میکشتند. دو جنایتکار دیگر هم در همون روز مصلوب کردند. اما عیسی شخص جنایتکار نبود. او گناهی نداشت. کار خلاف از او سر نزده بود. او در او روز به خاطر گناه های مردم میمرد، نه به خاطر خودش. او از برای مردمی که در او وقت زنده بودن و هم به خاطر مردمی که داینده آمدن و میآیند خود فدا کرد. مرگ او همه کسانی را که در راه خطا نمیرند و توبه میکنند و قربانی او را مثل قربانی خودشان قبول میکنند از گناه پاک میسازند. عیسی مرد و جان خود به عنوان یک قربانی بی‌عیب و کامل فدا کرد. با خون پاک خود گناه‌های تمام مردم خرید. خدا فرمود که به قربانی‌های دیگر ضرورت ایجاب نمی‌کند، چرا که عیسی جان خود به عنوان یک قربانی کامل داد. دشمنان عیسی به این فکر بودند که او را از بین بردند، اما اینطور نبود. بعد از اینکه عیسی بر صلیب مرد، یک دوست معتبرش جنازه او را در قبرستان شخصی خود که نو و تازه در یک غار کوه بود دفن کرد. راه درآمد غار با یک تخت سنگ کلان بسته کرد. صبح وقت روز سوم بعضی از زنها طبق رواج او زمان با عطر خوشبویی به غاری که جسد عیسی بود آمدند و با تعجب دیدند که سنگ از دهن غار لول داده شده و عیسی در اونجا نبود. اونیا زیادتر ایران ماندند که وقتی دو فرشته را دیدند که با اونا گفتند عیسی زنده است. این فرشته ها که از جانب خدا آمده بودند گفتند که عیسی گشته زنده شده. بعد از اینکه عیسی زنده شد، چندین بار از شاگردای خود دیدن کرد و همراهشان نان خورد و گپ زد. یکی از شاگردایش به نام توماس وقتی شنید که عیسی گشته زنده شده باور نکرد و گفت تا خودم جای میخه نبینم و در جانش دست نزنم یقین نمیکنم. عیسی باز به شاگردای خود آمد. در این دفعه توماس هم حاضر بود. عیسی راستن با توماس صحبت کرد و توماس پیش پایش زانو زد و باور کرد. عیسی گفت تو مرا میبینی و باور میکنی. خوشا به حال کسانی که مرا نبینن و باز هم باور میکنن.
پس از اینکه عیسی گشته زنده شد، در ظرف 40 روز چندین بار خود را به مردم نشان داد. بسیاری مردم او را دیدند و فهمیدند که زنده است. حال وقتی ای بود که عیسی گشته به آسمان برود. وظیفه را که به دوشش بود تمام کرد. عیسی به پیروای خود گفت که باید به هر جا بروند و از کارهای او به مردم خبر بدهند. بعد در پیش چشم شاگردای خود از زمین بالا و بالا شد تا ای که در یک تکه ابر رفت و دیگر دیده نشد. در همین وقت دو فرشته آمد و به شاگردا گفتند که عیسی به همین قسم که به آسمان رفت گشته می آید. عیسی حالا در آسمان است و برای کسایی که به او ایمان دارند و پیرو او هستند جای تهیه می کنند. عیسی راهی را که پیش خدا برویم برای ما باز کرده. چرا عیسی بر سر صلیب جان داد؟ او به خاطر مرد که گناهکارا را از جزای گناه خلاص کنه. عیسی هیچ وقت گناه نکرد. او به خاطر خود فدا کرد تا گناهی را که ما را از خدا جدا کرده از بین ببره. صلیب به ما خاطر نشان می سازد که عیسی برای بی‌عیب و بی‌گناه و پاک و مقدس خدا بود. او خود بر ما قربانی کرد. اگر ما به او ایمان بیاریم و توبه کنیم، خدا گناه‌های ما را می بخشه. عیسی ما را فرزندای خدا و دوستای خدا می سازه. وقتی که عیسی زنده بود، به شاگردای خود گفت که به مردم کمک کنند تا راه راست خدا را بشناسند. او دو راه را به اونا یاد داد. هر کسی که در راه فراخ گناه قدم بزنه به طرف تباهی و مجازات میره. ما همه یک طبیعت گناهکار داریم که میراث انسان اول یعنی آدم است. ما با کارهایی که خدا را ناراضی میسازه گناه کردیم. عیسی گفت که از راه فراخ نروند و در راه تنگ که به سوی خدا میره داخل شوند. ما فقط با کمک عیسی میتونیم که در راه تنگ داخل شویم. وقتی از گناه توبه کنیم و او قربانی را که عیسی به خاطر گناه‌های ما بر سر صلیب داد بپذیریم، آن راه تنگ بر روی ما باز میشه. بیایید از دل و جان و از راه ایمان پیش او دعا کنیم و بگوییم: ای خدای مقدس و توانا، ما اقرار میکنم که گناه کردیم. ما ایمان دارم که عیسی به خاطر گناه‌های ما جان خود بر سر صلیب فدا کرد. از بارگاه تو خواهش می‌کنم که قلب ما پاک بسازی و مرا به حیث فرزند خود قبول کنی. من می‌خوام که راه عیسی را دنبال کنم و وقتی که بمیرم بیایم و در بهشت در حضور